ما به آنچه که مدام تکرار میکنیم تبدیل میشویم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من مهدی شریعتی هستم و از تورنتو باهاتون صحبت میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید ما یک برف زیبایی رو دیروز داشتیم. البته برف زیادی نیست ولی خب برای اولین بار امسال چهره شهر رو تاره سفید میکنه و در روزهای آینده قطعا برف بیشتری خواهد داشت. خدمت شما عرض شود که جمله ای رو که در ابتدای عرایزم گفتم موضوع صحبت امروزمون هست. اون دسته از عزیزانی که ممکنه برای اولین بار دارن این ویدیوی منو میبینن خودم معرفی میکنم بهشون. من همونطور که عرض کردم اسمم مهدی شریعتیه و 5 سال پیش به اتفاق خانواده و برای ادامه تحصیل بچه‌هامون از ایران به کانادا مهاجرت کردیم. 4.5 سال در همین شهر تورنتو اقامت داشتیم و اخیراً یک مهاجرت مجددی داشتیم به شهر ونکوور. در شهر ونکوور من نمایشگاه اتومبیل خودم رو راه اندازی کردم به عنوان بیزینس اصلیم، ولی حدود 1.5 سال پیش به عنوان یک کار جانبی و ایجاد یک درآمد جانبی به فکر راه اندازی یک بیزینس آنلاین بودم که با یک فرصت آنلاین آشنا شدم، تحقیقات هم رو انجام دادم، بررسی کردم که البته این بررسی خیلی طول کشید، متاسفانه باید زودتر شروع میکردم و تقریبا بیش از 1.5 سال هست که الان در حوزه بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی دارم هم آموزش میبینم و هم دارم کارم انجام میدم. این جمله‌ای که عرض کردم امروز دقیقا اگر هممون برگردیم و زندگیمون رو یه مرور مجدد بکنیم میبینیم جایگاهی که امروز در اون قرار داریم واقعا نتیجه تمام اون تصمیمات و اون تلاش‌هایی که در طول دوران زندگیمون انجام دادیم. چه بسا تصمیمات درست باعث میشه که جایگاه آدم، مسیر زندگی آدم کلن تغییر بکنه و بعضی اوقات متاسفانه با تصمیمات اشتباه و با بررسی نکردن فرصتهایی که برامون به وجود میاد، با تلاش نکردن آینده خودمون رو خودمون تغییر میدیم. بنابراین طراحی آینده، طراحی زندگی در آینده به دست خود بشره. خود بشره که تصمیم میگیره امروز یک کمی چلنج توی زندگیش وارد کنه، یک کمی وقت بیشتری بذاره، آموزش ببینه، مهارت جدیدی رو یاد بگیره و بر اساس اون مهارت‌ها و دانش و تلاشی که میکنه کم کم آینده بهتری بسازه. تمام آدمایی که ما دور و برمون میبینیم و موفق هستن، اینا موفقیتشون یک شبه به دست نیامده، حاصل روزها و شبهای بسیار زیادیه که تلاش کردن، مهارتی رو یاد گرفتن، درس خوندن و سرمایه گذاری کردن تو حوزه های مختلف، استرس تمام این دوران رو به جون خریدن، به قول معروف سختی و گرمی و سردی روزگار رو چشیدن و بعد الان رسیدن به لولی که خب زندگی آرومی دارن و موقعیت بسیار مناسبی دارن که اینا همش نتیجه اون تصمیماته. این که آدم فکر بکنه که با فقط پول هست که میشه آینده رو ساخت، نه، واقعیت قضیه این نیست. چون حداقل خود من توی این سن و سالی که دارم با افراد بسیار زیادی توی کار قبلی آشنا شدم که تو کار، همونطور که میدونید من تو حوزه گردشگری تو ایران کار میکردم، تور میبردم از ایران به خارج از کشور و افراد بسیار زیادی رو دیدم که خود ساخته بودن، خودشون به جایگاهی که از نظر اجتماعی بسیار بالا بود، موقعیت مالی بسیار مناسب داشتن، خودشون رسیده بودن و اونم همش نتیجه تلاش و کوشش شبانه روزیه. دوست عزیزی با من خیلی صمیمی شده بود، از آدمای بسیار موفق ایران، کارخونه دار و خیلی خیلی موفق که البته تحصیل کرده نبود ایشون، ولی تعریف میکرد، میگفتش که من تو دوران جوانیم اگر به دروغ نگم روزی 20 ساعت کار میکردم. خب نتیجه اون 20 ساعت کار کردن این که هوشمندانه باشه و توی مسیری باشه که از بزرگان اون کار مشورت بگیری، تحقیق بکنی
و یه ذره پولی که در میاری رو تو همون حوزه سرمایه گذاری بکنی یا در حوزه های مختلف سرمایه گذاری بکنی، خب میرسه به زمانی که اینا زاد و ولد میکنه. ولی خیلی از افراد هم بودن همینقدر کار کردن ولی هرچی پول در آوردن رو خرج کردن و بلد نبودن اینوست بکنن، بلد نبودن سرمایه گذاری بکنن و تصمیمات نادرست زیاد گرفتن تو زندگیشون، مهارت جدیدی رو نرفتن کسب بکنن و به همین دلیل جایگاه خوبی در زندگی به دست نیاوردن. بنابراین اگر فرصتی در زندگیمون به وجود میاد باید با دقت بهش بپردازیم، باید در موردش تحقیق کنیم بدون اینکه موضع‌گیری سفت و سخت و تندی بکنیم. باید تحقیق بکنیم ببینیم این فرصت واقعا چه امکاناتی داره و چه نیازها، چه پیش زمینه ها، چه دانش، چه تجربه رو نیاز داره، آیا قابل یادگیری هست یا نیست، که قطعا بسیاری از این مواردی که سر راه ما قرار میگیره تو زندگی به سادگی قابل یادگیریه. مثل همین بیزینس آنلاینی که من شروع کردم، خب من هیچ دانش، تجربه و تخصص قبلی تو این زمینه نداشتم و سواد دانشگاهی من تو حوزه سوشیال میدیا یا اینترنت یا کامپیوتر یا بازاریابی نبود. من زبان انگلیسی خونده بودم، من فوق لیسانس زبانشناسی دارم، هیچ ربطی به این موضوعات نداشت. ولی چیزی که وجود داشت این بود که وقتی شما به عنوان کسی که تصمیم میگیری کاری رو انجام بدی و اگر اون برنامه آموزشی برنامه‌ای باشه که گام به گام و قابل فهم برای عموم باشه، قطعاً ما هم مثل بقیه میتونیم یاد بگیریم، همون کاری که بقیه کردن ما هم میتونیم انجام بدیم. این فرصت رو من در موردش تحقیق کردم که ببینم با توجه به اینکه من یک مهاجر هستم در یک کشور خارجی، آیا منع قانونی نداره، آیا مشکلی نداره. بعد از اینکه دیدم تحقیقاتم تحقیقات خوبی بود، نتایج مثبتی داشت و افراد موفقی رو باشون آشنا شدم، تصمیم گرفتم که این کار رو منم شروع بکنم و خدا رو شکر الان به مرحله رسیده که میتونم به عنوان یک درآمد جانبی برای پیشبرد اهداف زندگیمون روش حساب بکنم. اگر دوستانی هستن که با دیدن این ویدیو علاقمند هستن که اطلاعات بیشتری داشته باشن، قطعا خوشحال میشم که کمکی بکنم. تنها کاری که شما باید بکنید اینه که برید در وبسایت من که در زیر همین ویدیو قرار داده میشه، www.mahdishariati.com، اسم و آدرس ایمیلتون رو بگذارید، یک وبینار رایگان براتون فرستاده میشه. این وبینار رایگان رو توصیه میکنم حتما دو سه بار ببینید. البته در هفته های بعدش دوباره تکرار میشه، ولی افراد جدیدی هستن و مطالب جدیدی گفته میشه. میتونید دو سه هفته پشت سر هم نگاه کنید، سوالات زیادی رو ممکنه براتون به وجود بیاره. من دوست دارم که در رابطه با اون سوالات باهاتون صحبت بکنم و اگر دیدید که پاسخ سوالاتتون رو میتونید بگیرید و منطقی هست، میتونید در دوره آزمایشی شرکت کنید. در دوره آزمایشی شما با 0 تا 100 بیزینس، با اینکه چه کمپانی داره به شما این آموزش ها رو میده، علت اینکه این کارو میکنه چیه، از شما چه انتظاراتی داره، با چه کمپانی های جهانی ما کار میکنیم، محصولات و خدماتشون چیه، نحوه پرداخت و کمیسیون ها چجوری هست و چقدر کمیسیون پرداخت میکنن، با تمام این موارد آشنا میشید و بعد اونجاست که تصمیم میگیرید که بخشی از وقتتون رو که در طول شبانه روز وقت آزادتون بوده و معمولا هم به دیدن فیلم یا گذراندن در فضای مجازی میگذره، میتونید اون بخش رو اختصاص بدید به یادگیری و در کنار یک مربی و یک منتور بسیار حرفه‌ای شما هم بیزینستون رو شروع کنید. خوبی این بیزینس ما اینه که ما به صورت گروهی کار میکنیم و بنابراین من باید حتما دست شما رو بگیرم، حتما دست دیگران رو بگیرم، همونطوری که دیگران دست من رو گرفتن، برای اینکه کل گروه با همدیگه موفق باید بشه. بنابراین شما تنها نیستید و رها نمیشید و به این ترتیب میتونید که روی کمک دیگران که الان جمعیت حدود 180 هزار نفر در سراسر دنیا هستن ملحق بشید و بازاریابی بکنید. فرق بازاریابی ما با بازاریابی دیگران هم تقریبا اینه که ما محصول خاصی رو تبلیغ نمی کنیم و به همین خاطر مسئولیت های ما نسبت به بسیاری از انواع دیگر بازاریابی خیلی کمتره
و سرمایه آنچنانی برای خرید کالا، انبارداری و بعد قبول پذیرش مسئولیت خدمات پس از فروش هم ما نداریم و همین خاطر خیلی کارمون رو ساده تر کرده. توصیه میکنم حتما در وبسایت ثبت نام کنید، اطلاعات اولیه رو بگیرید و بعد در موردش بررسی‌های خودتون رو با توجه به محل اقامتتون و کشوری که دارید توش زندگی میکنید بررسی کنید. تا اونجایی که من میدونم همه کشورهای دنیا کسانی هستن که دارن الان این کارو میکنن، غیر از ایران و افغانستان و یکی دو تا کشور دیگه که متاسفانه به علت تحریم‌های بانکی نمیشه مراودات مالی باهاشون داشته باشیم و امیدوارم مشکل این دوستانم حل بشه. اگر شما دوست عزیز دارید این ویدیو رو از داخل ایران میبینید، لطف کنید و برای سایر دوستانتون که خارج از ایران اقامت دارند بفرستید. یک ایده هوشمندانه جدیده که قطعا به درد بسیاری از دوستان خواهد خورد به عنوان یک منبع درآمد دوم. خیلی ممنون از اینکه امروز وقتتون رو با من گذروندید. به امید دیدار شما در روزهای آینده. موفق باشید. خداحافظ.